صبح زیبا و دلانگیزه همه شما بیننده های عزیز ما در افغانستان و بیرون از کشور بخیر باشه. ادامه برنامه صبح و زندگی را از شبکه های آریانا و آریانا نیوز تماشا میکنین و همچنان شنونده برنامه از طریق رادیو 93.5 آریانا اف ام هستین. قسمی که چند لحظه پیش هم به شما عزیزا یادآوری کردم، مهمانان بسیار عزیز با ما هستند، کسایی که نقاش هستند و هنر نقاشی را بسیار خوب بلد هستند، با خود تابلوهای بس و زیبا و قشنگ را هم در سطح برنامه صبح زندگی آوردن که واقعا فضای برنامه را رنگین‌تر و مقبول‌تر ساختن. مهمانای عزیز ما را خوش آمدید میگم، آقای محمد هلال احمدی و همچنان آقای همایون آریوب که هر دویشان نقاش هستند. بسیار خوش آمدین مهمانان عزیز و صبحتان بخیر باشد. صبح شما هم بخیر. سلام خدمت شما، بیننده های شما. خوش هستم که امروز در این برنامه با شما هستیم. بسیار تشکر. سلامت باشین. سلامت شما باشین. خوش آمدید. سلامت باشین. خیر. واقعا که نقاشی ها در ابتدا ما که متوجه شدم توجه من را واقعا جلب کرد، به خاطر از اینکه خیلی می نقاشی که شما انجام دادین به اسلام تو زنده هست و ما از مهمانه ما پرسان کردم که چقدر متفاوت تر از کار شما، گفتن که سبک ما سبک ریالیزم است، یعنی هر چیزی که به واقعیت وجود می داشته باشه ما او را رسامی میکنیم و چیزایی که هست ما از او ایدیا میگیریم و تابلوهای متفاوت کوشش میکنیم که آماده بسازیم. خب ابتدا از شما آغاز میکنیم آقای محمد هلال، در رابطه با سبک هنریتان بگوین و اینکه چقدر وقت میشه شما هنر نقاشی را پیش میبرین؟ خب من از زمان طفولیت به رشته کار میکنم، مکتب هنر رئیس با انستیتوت هنر رئیس با تمام در رشته خواندیم، تحصیلات خود کردیم، در حدود شاید 15 سال شده که در این رشته کار میکنم و رشته ما ریالیسم هست و منظره سازی. خیلی عالی. بعض وقتا بعض محصلین زمانی که کامیاب میشن در پوهنتون اتفاقی میباشه، بخصوص پوهنتون های دولتی در یک رشته کامیاب نمیشن، رشته که دلخواهشان هم نمیباشن او را باز پیش میبرن. شما چطور؟ انتخاب خودتان بود یا ای که تصادفی کامیاب شدین در این رشته؟ خوشبختانه این انتخاب خود ما بود، چون از طفولیت بسیار علاقه داشتم و فامیلم امایم کردن، از اون خاطر من مکتب هنرهای زیبا را خواندیم، از اون طفولیت در این رشته کار کردیم، چون خانواده من خودش هنرمند بوده، مادر من همه می رشته را خوانده بوده که خوشبختانه از اونا به حرص بردیم. خیلی عالی، پس یک خانواده هنرمند هستن. از شما هم آقای آریوب میشنویم در رابطه به هنر نقاشی که چقدر مدت میشه شما هم کار میکنین و این هنر زیبا را پیش میبرین؟ در حدود اضافه تر از 25 سال 6 سال شد که این هنر را پیش میبرم و به شکل مسلکیش مدت 19 سال شد. بسیار خوب. در ابتدا دیگه به شکل آماتور آغاز کرده؟ بله، یک بخش اسکیچ در انستیتوت غلام محمدی میمنگی فرا گرفتم که بعدا به پانتونی کابل 15 اقتصاد که پیشتر شما فرمودین طبق دلخواهیم خودم نبود که انتخاب کنم، ولی کامیاب شدیم به پانتونی کابل 15 اقتصاد او را هم خواندیم و خوشبختانه این هنر هم یاد دست ما نرفت و فرا گرفتیم یاد گرفتیم. بسیار عالی. پس هم استعدادش و هنرش در وجود شما نهفته بوده که پیدا کردین، کشفش کردین و بالاخره میبینیم که چقدر یک نقاش ماهر شدین. شکر خداوند است. شکر خداوند است. نقاشی کردین. بسیار خوب. در رابطه با کارا و فعالیت‌های شما صحبت خود کردیم، ولی خوب است ابتدا در رابطه با این تابلوی مقبول که گذاشته شده فکر کنم از کوچه‌های قدیمی شهر کابل هست معلومات بدین. یکی از کوچه های شهر کابل هست، قریه قلعه بختیار میگنش، سمت چاردی زمین هست. چون در طفولیت من زیاد اینجا را دیده بودم، به ذهنم شیشته بود، اما امروزه هم چک حالت نداره، خیلی چیزا هست بین افته، باز ایره چون در ذهنم بود همیشه خاطری بود از طفولیت ایره کار کردیم. بسیار عالی. و چقدر وقت گرفت کلنی نقاشی تکمیل شد؟ خب به این نقاشی کمتر از یک هفته را گرفت، چون تخیل اکثر خیال پردازی های خودم بوده، به خاطر یک کم وقت گرفت، در غیر از وقت کمتر می گرفت. بسیار خوب. و در رابطه به این تابلو هم میشه بگوین چقدر یک گل مقبول است؟ ای رنگش به نام اکریلیک یاد میشه که در خود کنوانس هم تکی کنوانس کار شده. بله. و یک آیدیا است خواستی من بوده که عقب از این کنوانس نقاشی که از بشک امباز شما گلای بیشتر از گلا رو میبینید که معلوم میشه کمی. بله. و خود دو گلی که اینجا نقاشی شده باید برجسته باشه و سبکش هم ریالیزم است که سبک ریالیزم
اونم واقعی بینا نباشه، یعنی شیرینکاری و فریبانه نباشه. دقیقا. تا برای بیننده یک سوال پیدا نشده. واقعا بسیار مقبول است. و بیشتر شما دوست دارین چه تصاویر را نقاشی بکنین؟ علاقه به کدام تصاویر زیاد؟ طبیعت زیاد خوش دارم که طبیعت را نقاشی کنم، گل باشه و طبیعت باشه، و زیادتر که شما میبینید زیادتر ما طبیعت نقاشی کردیم. بسیار عالی. و این تابلوی بزرگی که پیش روی میز ما قرار داده شده واقعا توجه ما را در اول جلب کرد که خیلی یک تابلوی مقبول متفاوت است و خیلی هم زیبا کار شده. در رابطه با این تابلوی قشنگ هم بر ما بگوین. این هم در کانونس کار شده، رنگ روغن است. رنگ روغن است، در 30 پیس کار شده، در 30 بخش و مدت یک هفته در بر گرفته تکمیل شده. آها. و چقدر توجه علاقمندان و مخاطبین خودتان جلب کرد زمانی که شما ایرا در کارگاهتان گذاشتین و حتما شاگردایتان هم بیشتر در مورد از این تابلو پرسیده باشن و مورد علاقهشان قرار گرفته باشه؟ این تابلو را بار اول که ترتیب شد خلاص شد یک اگزیبیشن داشتیم در ولایت پنجشیر، در اونجا اشتراک کردیم ما و استاد هلال احمدی که از طرف والی آن زمان ولایت پنجشیر در ریاست امور زنان ولایت پنجشیر بود، خیلی قابل توجه از او قرار گرفت و خوش کردن. و بعد از او یک چند نمایشگاه دیگه هم داشتیم که خوش کردن مردم، خیلی زیاد خوش کردن. بسیار خوب. و آقای احمدی شما هم بر ما بگوین که تا حال چقدر نمایشگاه های مختلف را به خاطر برنامه گذاشتن نقاشی ها و آثار هنریتان برگزار کرده بودین و چقدر مورد استقبال مردم قرار گرفته؟ خب ما بیش از 70 یا 75 نمایشگاه اشراک کردیم. بسیار عالی. بسیار نمایشگاهی خوبی بوده و مردم همیشه ما را تشویق کرده. در میواخر از طرف قانون خدان، قانون هنری همای سب، با تیمی که ما تشکیل داده بودیم، یکی از نمایشگاه های ما در میواخر بود که پیش از اینکه حکومت ما سقوط کنه و حکومت جدید بیه، که واقعا مردم ما بسیار ما را قدر کردن، تشویق کردن و این رویه بود بر تمام هنرمندان، نه تنها بر من، برای کسایی که در قانون بودن و همراه ما یک جای بودن، همگی ما را قوی ساختن و خوش هستیم که همیشه ما را مردم ما تشویق کردن. واقعا تشویق و حمایت مردم همیشه سبب میشه که چندین برابر انسان انگیزه بگیره به کارش. و در رابطه با بعض برنامه های رقابتی نقاشی هم بر ما بگوین که تا حال اشتراک کردین و این رقابت ها داخلی بوده یا رقابت های خارجی هم بعضاً برگزار شده که شما درش اشتراک کرده باشین؟ در رقابت های داخلی اشتراک داشتیم، اما رقابت های خارجی تا امروز فرصت نشده یا مهیا نشده بر ما. اما نمایش هایی که رقابت هایی که در داخل کشور بوده اشتراک کردیم، مقامه حوال دو اکثرا انتخاب شدیم. بسیار عالی. و آقای آریوب شما هم بر ما بگوین که ما چطور بفهمیم که میتونیم واقعا یک نقاش خوب باشیم و استعداد نقاشی را داریم در وجود ما نهفته باشه، او را چطور بتونیم کشف بکنیم؟ ببینین هر خداوند تعالی هر بنده خود بدون استعداد خلق نمیکنه. هر بنده که به بنده خدا که وقتی به دنیا میه یک خلاقیت و یک استعداد خود میداشته باشه که باز فرق میکنه. فکر میکنم در جهان اگه ما بگردیم آرتیست ها یا نقاش ها محدود باشه، کم باشه. کاری نیست که ما بتانیم یک کورس زیر تعقیب کنیم و او را یاد بگیریم. چیزی است که باید نهفته باشه در وجود ما از قبل. دقیقا. و خود ازی باعث ازی میشه که ما به مود مسیر باید حرکت کنیم. بله. و یک پور از عشق و یک عاطفه و یک محبت خیلی زیاد که باید در وجود ما باشه، این ما را به این سوق میده که ما باید یک نقاش و یک دیزاینر رو، یعنی طبیعت همیشه ما خوش دارن که پر از محبت و پر از خوشبختی باشن. بسیار. نقاش و هنرمند همیشه در این فکر می باشه که باید هر صاحبی که می باشه باید مقبول باشه و زیبا باشه، یعنی فکرش به مثبت، یعنی پوزیتیو فکر می کنه، میشه مثبت اندیش است واقعا. پس شما که قدر آثار هنری مقبول زیبا دارین، حتما هنر خاص و مهارت خاص هم در قسمت دیزاین و دکور داشته باشین. دقیقاً دقیقاً. ما صاحب مرا یادم نمیگه خانه خود یا فلزکار یا نلدوان یا رنگمال یا کسر آورده باشیم، همه کارهایی که میکنیم ما خود ماده خانه خود میکنیم، دیزاین میکنیم، دیکور میکنیم، نقاشی میکنیم. همراه تفلا ما فیلان یک کورس هم دایر کردیم، تفلا را تشویق میکنیم به این کار.
و خوش هستیم الحمدلله. بسیار عالی. و قسمی که شما هم گفتین زمانی که ما هنر خود را کشف میکنیم باید کوشش بکنیم بالای از او بیشتر کار بکنیم تا واقعا اثرات خوبش را در زندگی خود بالاخره احساس بکنیم و بتونیم ازش استفاده کنیم. نقاش‌های مختلف و هنرمندان در رشته‌های مختلف هنری همیشه بر خودشان یک الگو انتخاب میکنند و الگوی خود را از کسایی انتخاب میکنند که در رشته خودشان خیلی موفق بوده. آیا شما هم تا به حال کسی را از نقاشان که به سطح جهانی شهرت دارن و نقاشیشان مورد توجه قرار گرفته من حیث الگو قرار دادین که از سبکشان پیروی کرده باشین؟ ما دو استاد بسیار محترم داشتم و دارم که یکی به نام استاد حبیب که در انسیت غلامادی میمنگی بود که سبک از رو به پیش میبرم و یکی هم استاد خالد که فعلا در اسلام آباد است. بسیار عالی. مصحب که از آن پیش میمانه و از وای ماهد میکنه. بسیار خوب. بیننده های عزیز چند تابلوی مقبول دیگه هم روی میز ما گذاشته شده که ما میخواییم تصاویرش را بر شما نشان بدم و بسیار زیبا هم هستن. خب در رابطه به این تابلو میشه بر ما بگوین که چگونه کار شده و چی را نمایان میسازه؟ این تابلو رنگ روغن هست. نویتش سبک ریالیسم هست. تخیل هست. اما خیالات و احساس درونی هنرمندش را میده که ایره البته خودم خلق کردیم چیزی که درونم بودم و احساسم بودم و خواستیم به تصویر بکشم. واقعا دوستش دارم همیشه میباشه در کنارم. خیلی عالی. منظری شب از دیگه در کل و از چند رنگ محدود استفاده کرده؟ چند رنگ محدود است. تک رنگ کار شده اکثرا. دقیقا. قدر سرش رنگای دیگر زیاد و زیبایش هم دمی است. زیبایش هم است. ساده بودنش زیبایش هم. بسیار خوب. و حالا میریم به طرف تابلوی بعدی که این برعکس از این تابلو از رنگ‌های گوناگون استفاده شده. اما تو راست که این باز سبک شما فرق میکنه. خب سبک از این چی هست؟ سبک از این متخیل پردازی هست. به ریالیسم شباهت خود داره. اما اکثرا ایره پوستر کار میکنن. ایره کار میکنن به ایشی و دیگه یک رومانتیک هست، عاشقانه هست. بیشتر این تابلو مرا به یاد بعض تصاویر بسیار قدیمی که به شکل میناتوری هستن انداخت. بله. و امو رقم یک تصویر دیگه نشان میده. امو رقم هست. ظرافت زیاد کار داره. شوی رنگیش هم اکریلیک هست. مشکل هست که بهش کار کرد. بعض دوستایی که پوستر کار میکنن اکثرا با این رنگ ها و این سبک کار آشنایت خوب دارن. آها. و چقدر وقت در بر گرفت که این تابلویتان مکمل شد؟ این تابلو تقریبا سری تابلو سه هنرمند کار کرده. آها. که یکی آقای فروزان هست، خانم فروزان بوده. بله. و مصطفی و خود من سه نفر کار کرد و یه تقریبا دو هفته در بر گرفته کار. بسیار خوب. ظاهرا خیلی ساده معلوم میشه. دوست داشت مقبول ترش بساز. دقیقا. ظاهرا خیلی ساده معلوم میشه یا فکر میکنیم که آسان طراحی شده ولی در حقیقت کار بسا زیاد بالاش صورت میگیره تا اینکه یک تابلو را به اون شکل حرفه‌ایش آماده بسازه. خب این هم منظره طبیعی است از رنگ‌های مختلف و گوناگون استفاده شده. من فکر می‌کنم که زیادتر به سبک مدرن ای آماده شده. یکسر به سبک مدرنیسم هست. رنگ روغن از روی کاغذ کار شده. برش کار گرفته نشده، این با دست کار شده. تمامش با انگشتا رنگ چینی شده. مدت کار از هم 20 دقیقه است. 20 دقیقه. یعنی آزادی کار دمی هست. بسیار خوب. و وقت برنامه ما به پایان رسیده. خیلی کوتاه می تابلوگه کام نشان میتونم که دل از این چیز نمانه. خب تابلو ریالیسم از یکی از منظرهای افغانی. منظرهای افغانی رو دوست داشتیم. حس بسیار خوب بر انسان میتونم. آرامش میده برام. بدون شک. واقعا تمام کارهایتون فوق العاده بود و واقعا خوشحال شدم از اینکه شما امروز در برنامه داشتیم و از نزدیک تابلوهای مقبولتان دیدیم، آثار هنریتان. اگر گفتنی و پیام داشته باشین بر هموطنان ما بفرمایید. تشکر از اینکه در برنامه‌تون ما را دعوت کردین. بودیم کدام گفتنی خاص ندارم، همیشه به مردم خود خوشبختی، آرامی و خوشیایی بیشتر می‌خوام. سلامت باشین و آقای آریوب شما هم یک دنیا سپاس از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. سلامت باشین نجان که ما را خواستین. و همچنان یک یادآوری باید کنیم که منظرهایی که شما دیدین، تابلوهایی که شما دیدین، حسی بسیار خوبی بر شما داد. بخاطر که زیبایی را دیدین و زیبایی را که خداوند به خلق کرده باید ما شکرگزارش باشیم. بدون شک. یک دنیا سپاس از پیام مقبولتان و حضور شما در برنامه. اوقات خوب و خوش داشته باشید. وقت خوش.
از شما هم یک دنیا تشکر بیننده های عزیز که تا این دم با برنامه دلخواه خودتان صبح ها زندگی هستین. ادامه برنامه را فراموش نکنید و همچنان گزارش زنده از همکار خوب ما حفیظ جان امیری که باز هم از سطح شهر کابل خواد داشت، ولی قبل از همه وقفه بسیار کوتاه میگیریم.